خب من اینجا یک تکست دارم و یک کامپوزیت با بک مشکی. حالا میخوام یک کمی پیچیده تر کنم انیمیشن های از این دست رو و با ماسک ترکیبش کنم. من اینو یه ذره بزرگتر میکنم، اینو میگیرم و شیفت رو نگه میدارم بزرگش. خب اگر من این لایه رو انتخاب کنم و بعد یکی از این شکل حالا مثلا دایره رو بیارم و رسم کنم، میبینید که ماسک میشه. یعنی وقتی که من این دایره رو حالا شکلش رو عوض کنم یا حرکت بدم، به صورت ماسک در میاد. خب اینجا زیر مجموعه تکستم یک ماسک گذاشته به اسم ماسک یک، به شما میتونید ماسک های بسیار داشته باشید. خود این ماسک که عرضم به خدمتتون خیلی داشت میتونه عوض شه، اوپاسیتیش میتونه عوض بشه و اون ناحیه زیر خودش رو خیلی مشخصتر نشون بده. میتونه عرضم به خدمتتون که مثلا لبه هاش نرم بشه و وقتی لبه هاش نرم شه میبینید که به این شکل در میاد، فیدر میگیره یا فدر رو میگیره. شیپش هست که اینجا میتونه تغییر کنه و اگر ترانسفورمش رو باز کنید میتونید خیلی چیزای دیگرش اینجا عوض کنید، از جمله اینکه مثلا میتونید کنترل تی بزنید و من اینجا اینو انتخاب کنم مجدد، کنترل تی بزنید میره روی تکستم، تکست ماسک اوتو اوپن پنل. چرا میره روی اون؟ کنترل تی که میزنید روی ماسک میبینید که میتونید کوچیک و بزرگش کنید و یا مثلا شکلش رو عوض کنید. من شکلش رو به این صورت در میارم. تکستم رو نشون میده اگرچه به صورت ماسک. حالا چه کار میتونیم با این بکنیم؟ ببینید اگر که بیاید در قسمت ماسک و این ماسک رو آزاد کنید، بگید ماسک اینجا آزاد، اما برید در قسمت تکس قسمت پد و این ماسک رو به عنوان مسیر بدید، تکستتون میشینه روی مسیر. پس من در مورد لایه تکست در قسمت پد یا مسیر ماسک رو معرفی میکنم، در این حال خود ماسک رو آزاد میکنم، یعنی دیگه اینجا از این حالت ماسک یک به صورت اد باشه چی باشه درش. اوکی خب تا اینجا پس شد یک تکست یک ماسک و میبینید که به این صورت در. حالا برای انیمیشن کردن چه کارهایی میتونیم بکنیم؟ ببینید اینجا در قسمت پد آپشن خیلی چیزا داریم، مثلا اینکه کجا قرار بگیره و این میتونه انیمیشن بشه، اینا همش میتونن انیمیشن بشه. لاست مارجین فرست مارجین، دو تا بیل بیلک هم او ببخشید دو تا بیل بیلک هم اینجا میده، با دست هم قابل تنظیمه. اینجا الایمنت رو اگر آن بکنید ببینید که این توزیع میشه و از یه مبدأ اینجوری حرکت میکنه که اینجا هم من خیلی سعی میکنم بگیرم نمیشه. ببین این شکله ناش، اینو با دستم میتونی حرکت بدی، یه حالت عجیب غریبی داره، یعنی اسه داره اینجا مثلا جا میمونه اون یکی میره و این فرست مارجینشه به این صورت، یکیشو ثابت نگه. اینو آف کنید
این حرکت به صورت فاصله کاراکترها بر اساس چیزی است که اینجا تعیین میشه در این قسمت. مسئله بعدی اینجا این هست که بیرون خط باشه یا داخل خط، یعنی بیرون مسیر یا داخل مسیر. این یکی هم هست که میتونه عمود نگهش داره به مسیر و باز حرکت پیچیده اینجا خواهید داشت. یعنی وقتی ما حرکت میبینیم که کاراکترها عمودند به صفحه. جلال خالق غیری قزنگی جلال خالق ماشالله. این هم بذاریم داخل و اوکی. خب حالا من یه انیمیشن میسازم این بچرخه از اینجا، یه دور بچرخه واسه ما. اینو میذارم اینجا. خب این در فریم صفره، کرونومتر روشن و در اینجا تقریبا مثلا ما میگیم این بیاد اینجا. خب پس انیمیشنش، یعنی اگر من اینجا اینو به این صورت بزنم، فکر کنم بارون میاد. نگاه کنید شما یه همچی چیزی دارید، چون مسیر من یعنی این بیزی من یه مقدار از کادر بیرون زده، در نتیجه شما میبینید که اینجا حرکت میکنه میره بیرون. البته الان داره رندر میکنه، یه چند لحظه طول میکشه و بعد کارش ادامه میده. تو اینجور مواقع اصلا کلیک نکنید روی افتر که کلوز میده، بذارید کارش رو بکنه. و خب میبینید که این انیمیشنیست که ما ساختیم. یه بار دیگه کلید هوم، اسپیس بار. الان کجاست؟ اینجاست. ببینید اوکی. حالا اگر ما به این انیمیشن های دیگری بدیم چی؟ یعنی بیایم اینجا باز کنیم و بریم enable per character 3D رو بیاریم، یعنی هر قسمت سه‌بعدی سازی برای هر کاراکتر اعمال بشه، هر قسمت سه‌بعدی سازی برای هر کاراکتر اعمال بشه. یه چند لحظه طول میکشه اما 3D اضافه شد. حالا داستان فرق. حالا وقتی تکس رو باز میکنی یه ذره روی این کاراکترها مانورهای بیشتری میتونی بدی. یعنی خلاصه اینجا داره به صورت سه‌بعدی و اونم به صورت کاراکتر سه‌بعدی مانور. من اینجا دو ویوه میکنم رفقا. وای چی شد یکی دفعه خیابون. اینجا دو ویوه میکنم و بعد یکی رو میذارم. البته یه دوربین هم لازم دارم، اجازه بدیم یه کامرا هم اضافه کنیم. اینجا دوربین رو فعال میکنم، چیزی که نشون میده اینجا هم از تاپ. خب من اینجا عناصر هم عمود هستن به دوربین، یعنی دوربین داره از روبرو نگاه میکنه. اینجا هم شما دارید به صورت روبرو انیمیشن رو میبینید. من میخوام اینو بخوابونم، بنابراین میام در قسمت پد نه ببخشید، در قسمت ترانسفورم تکست و اینجا که البته میدونید دیگه، مثلا شما اینجا میتونید حرف R رو بزنید، R مثل ریحانه، مثل رعوفه، مثلا رقیه. همه رو اسم خانوم گفتیم که دیگه 100% ما رو ببرن زندان. ببینید این یه مدل چرخششه، این یه مدله، من این یکی رو میخوام، یعنی این. و برای این کار منفی 90 درجه اگه بچرخونم این افقی میشه. بعد اگه دستان بیارم اینجا محور زد رو بگیرم بیارم پایین، چون دوربینه حالت پرسپکتیو میبینم، درسته؟ میبینید که از بالای همچه صحنه ای داریم. خب حالا چی داریم؟ حالا متن داره به این شکل میچرخه، اما خب متن بلند شه وایسه. چی
کار بکنیم که متن وایس اینو ببندیم، باز کنیم، بیایم توی کجا بیایم، بیایم توی ماسک، اینجا ترانسفورم داریم. خب اینجا باید بیایم انیمیشن اضافه کنیم دیگه، بیایم انیمیشن روتیشن به تکست اضافه کنیم. و حالا یکی از اینا هست که اینو بلند میکنه و میستونه، اینا هاشش. این اگه من اینجا رو تمام صفحه بکنم و اینو تک دوربینه بکنم، میبینید که این کاراکترها چه حالت جالبی پیدا کردن، میبینید. ولی خب یه اشکالی دارن، اونم اینه که به سمت من نیستن. من اینو باید به سمت خودم درست کنم، ببینم چی کار میتونم بکنم. بعد حالا نگاه کنید، در واقع ما اینجا چی داریم؟ یه حالت سه‌بعدی داریم که دوربین داره از بغل به کاراکترها نگاه میکنه و اینا دارن میچرخن روی یه مسیر بیزی مانند. و چون بیزی یه سرش به سمت دوربین نزدیک یه سرش دوره، این حالت به دست میاد که یادتونه بهتون چیز یاد دادم، عمق دوربین. عمق دوربین یادتونه، کامرا دپ، اگه از اون استفاده کنید هر کی جلوه واضح میشه، هر کی دوره مات میشه. قبلا اینو درس دادم. خب پس من به این صورت تونستم اینا رو سه‌بعدی کنم. مرور اگه بخوام بکنم، جنبندی، یه تکست گذاشتیم، یه دوربین، یه استاد عاشق، یه سری دانشجوی فارق. خب تکست رو نوشتم، به تکست یه ماسک دادم، ماسک رو در تکست اومدم در قسمت پد معرفی کردم، خود ماسک رو این قسمت خارج کردم از این حالت که دیدم نشه بویم. بعد اگه میبندم باز میکنم عکس العملش فرق داره. بعد اومدم در قسمت ترانسفورم تکست خابوندم این مسیر رو، در واقع تکست رو خابوندم که خارج. بعد اومدم بهش انیمیشن روتیت اضافه کردم، در نتیجه تکس من انیمیشن گرفت. این انیمیشن، انیمیشنی که گرفت دورانه. اون وقت اومدم ایکس و ایگرگ رو 90 درجه چرخوندم، اینا بلند شدن وایستادن. این رو هم استفاده کردیم معکوسش کرد، من اینو صفر کنم، ایکسش رو 90 کردم، اینا بلند شدن سر جاشون وایستادن. حالا هر جور که میخواید میتونید وضعیت رو مدیریت کنید، مثلا بذارید اینجا، اما در لفت دوربین رو یک کمی اینش رو ببرید بالا، ببینیم دوربین حالا چی داره. بله ببینید الان بهتر شد، دوربین رو جهتش رو عوض کرد. ببینید اینو من تمام صفحه میکنم، این علامت مد رو هر جایی بزنید اون تمام صفحه میشه، و اینجا بزنید این تمام صفحه میشه، اینجا بزنید مد زیر اسکیپ. ببینید فضا سه‌بعدیه و تکست داره به این شکل دوران پیدا میکنه. پس این شد ترکیب ماسک با تکست با سیستم انیمیشن پیشرفته تکست. حالا اگر نور بذارید، سطح بذارید، شادو اینو فعال کنید، من اینجا بذارم روی کامرا، اگر الان برید و این رو قسمت AA رش رو بزنید، AA دو تا AA انگلیسی، A مثل آرزو، A مثل انیسه، باز دو تا اسم خانم دیگه 100% ما رو میگیرن. خب ببین دوتا A میزنی، Material Option باز میشه، میری Shadowشو آن میکنی.
حالا اگر یه دونه سطح ایزی بذاری و نور بذاری سایش میفته از درس های قدیمونه. ولی این شد جریان تریدی تکست و مز. خدا نگهدار.